دارم که با دست نریزیم. اینم اون ته لیموهای منه، اینم که خوده. خب چایی بریزم؟ چایی هم بریز. شروع کنم. همونم که اونجاست. خب بچه ها ما شروع میکنیم صبحانه رو به اتفاق شما. دیگه چیزی چی؟ چه برنجی برای من گذاشتی؟ خیلی با شری نگاه کن. شری این بره تخته ای بوده که شری داده. چه گنده نداره. مگه نمیذاره صبونه؟ خیلی باحاله. من چون صبونه زیاد میخورم تخته من باید. نه میگم مگه تو تخته تو بزرگ صبون نمیذاری برای خودت؟ بزرگره که نه اینقدر علیه. ای بزرگ میبری؟ نه اون برای چیزه. خب میخوای اونو بذارم؟ نه نه این خیلی خوشگل شد دیگه. خوب شد، عالی شد. بچه ها شروع کنیم ببینیم که دستمال من هم که مانه. دستمالت هم بذار. خب بچه ها ابتکار جدیدی در من دوباره یه قاشق میخوام. یه جوری بذاریم که اگه اونجا بیاین. آره ببین این یه جوری بیاین که من اینجا بشینم تو اینجا بشین دوتایی. من میخوام دوتایی تو تصویر باشم. آره حال زیاد منم نبودم. نه بب الان برام من باید صبونتو شروع بچه تمرکز آرامیش ما از دست میگم. آرامیشش از دست. من هی میگم دنبال آرامیش ما. خیلی خوب خیلی خوب خیلی بچه بچه ببینید الان تخت الان قندش بیاد پایین عصبانی میشه. وای چه دوزلی هستی. دوزلی نمه با نمکی با خوبه. هورا آگنس هورا. خیلی خیلی مهمون نوازی آگنس. مامانم هم همینجور بود. مامانش هم همینجور. خیلی خوبه. بچه ها دیروز خورشت بادمجون خوردیم. صبر کنیم بیاد خورشت بادمجون خوردیم. نمیشد از اونجا لایف بذاریم. کسی با ما بود که نمیخواست. خب اولتیماتوم داده که دیگه بگو اونت برش کن اسمش رفت میگه اصلا. خب میگم باشه همینه. بعد اون بخواد یه چیزی به من بگم. خب حالا بحث نکنیم. بس یا بذار ببینیم چی. خب بچه دیروز ما بخورش بادم جو خوردم که امروز هم داریم صبحانه خیلی اعلی عالی. تخمه ها که یادم برکنم. وای چقدر پیام های مثبت به تو. سالاد هم بذارم. یه میخوای یه ظرف بزرگتر برای سالاد. اخ سوختم. آیه ظرف بزرگتر بذارم برای تو به جای اون بشقا. نه همینه. خوب است. نه بخور سالاد رو باید بخوری. باید نداره. ببخش. آره این کلمه آره. باید و باید کلمه ببخشید عذر میخوام. بچه اولین بار گفت موزو بریزیم تو سال تازه سیبم میخواستم بریزم. چی شد سرکه؟ نه این نه هنوز سالاده نخوردم. این شیرینیه رفت. یه کوچولو چایی رو بخورم. بسه یه چیزه اینجا تیم کشم. او تخم مرغ چه خوب شده. ظرف تخم مرغشو نگاه کن. ببین اینا چی سیترون چی بچه ظرف تخم مرغشو نگاه کن. بیار ببینم اونو چه خوشگله. چیا؟ اون ظرف تخم مرغشو نگاه کن. بای 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 تو راه شیراز خریدم. خب بیایید اینا هونی اونو برای چی الان میخوای بدی؟ برای قرفت میخوام ببینم چیزی. نه میخواد برای آها میش. آره بکر باش اشکال نده. نه اینا هونی و سیترون نمیدونم که چیه.
نه من باید برم از این چیزا بگیرم. میرا چون امزاده بای نیش نیشایی آره. آره آره دیگه موش بمونم دو تا تخم مرغ برای من. آره دیگه آم. باش آره من یه دونه بیشتر این صفر شده اگر صفر تو من صفر دوست نمیدم. حالا من اونجوری دوست دارم. خوبه کاسه بدمه تو هم مثل از اون کاسه های خودت بده. شنگارم بیادم. مرسی بچه ها این کاسه برای من برای چیز ما حالا از آگنس میگیریم ولی سب کن ببینم اون کاسه روش ها باشه جا جا اینو بخواهی بکنم بعد سالا در اونجا آها جا داشته باشی بیا جا داشته باشی. آره لچکن تو اول بخور اول تو با اول بخور اول بخورم من میخوام که تو راحت باشی روش نداشته باشم دوستم. خب راحت یه دونه چنگال بیارم من بیارم خب چیزه اشکال نمیده اینجا من جاهاشون رو میدونم چنگال نداشته چنگال کوچیک ها کوچیک بیا آره دیشی. دیگه فعلا آنها نگاه نکرم همش دنبال رقص و قرتی بازی بوده ببینیم که چیا آماده میکردم دیگه. آره خب برم 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 هاپانو قرص هم از این آقای دکتر دکان بگیرم چون دوتوز قرص فشار ندارم. قرص فشار قرص فشار میخوره میخواد به کره رو برای من گذاشتی؟ آه آها خب اوکی مربا آها اصل آها گردو آها زیره و چیزم اینجاست زیره و همه این چیز میذاری این سالاده بچه این لباس رو بگو که من بخواهم بگو سالاد تاره میخواره سالاد ابتکاری رو ببینیم خوشمزه است یا نه. لباس رو به من هدیه داد امروز گفت تو دیروز به من کمک کردی انبارشو همینطور نشسته بودیم گفتم بابا اینقدر انبار انبار میکنی بریم ببینیم بریم ببینیم شلوغ و آشغال و فلان گفتم خب باز درشو که میتونی باز کنی فقط نگاه کنیم کاری نمی کنیم که حالا هیچی در رو باز کرد نمیتونستیم بریم توش. بعدش من گفتم که بابا این کارتونای خالی رو حداقل بده یه ذره ببریم شاید یه موقع احتیاج بشه. گفتم بابا یه ذره بره آلت پاپیر پاپیر بره بازیافت اون بهترین چیزه احتیاج شد خب دیگه من اینقدر نونای یه ذره این نونه سوخت ولی خوبه من دوست دارم اینجور نه سوختم این سرش بشه برای سیبه برای سیبه هم برای خود این برای نیست که از سیبه هم به من بده از سیبه هم به تو بود از سیبه هم به من باشه با کمال مهرم این الان من برای جوی عادت کنم بدون پنیر بسه اول سیبه اینو نصف سیبه یه اولین بار تو عمرم صبح سالاد میخورم اولین بار تو عمر صبح سالاد میخورم وای راست میگی برای تو پنیر نداشتیم پنیر نداشت. آی عالیه بابا. پنیر نداشت. گفت پنیر ندارم. ما گفتم نداری. نه. نصفشو. نه دیگه. ببرمش. نه. نه. همجور. آه خب. با. باچ میزن. خب بذاریم ببینیم این ابتکاری که در این سالاد داشت که موز و کنجد و نمیدونم. این چیزا رو ریخته. جالب بود. جرأت داری در آشپزی. برای که آلمانی‌ها این کارا رو می‌کنن نه ایرانی ها قرن هاست تغییر از تغییر می‌ترسن. آره نمی‌دونم چه درسته که امتحان می‌کنه دیگه آلمانی‌ها خوشم میاد امتحان می‌کنیم
ببین ما یه معلم زبان داشتیم میگفتش که ما تو آشپزخونه مادر هم میام اینجا چون دیگه قندت یه ذره ای تو میای اینجا یه معلم زبان داشتیم زبان آلمانی بعد میگفتش که مادر من تو آشپزخونه مادر من سه تا ادویه پیدا میشه نمک و خب نمک هم میگن جز ادویجات اینجا میگن نمک و فلفل و پاپریکا همین ولی حالا اینقدر ادویجات از کشورهای مختلف هند نمیدونم آمریکا جنوبی ایتالیا استفاده میکنن تو غذاشون و تو آشپزی تو حالا سالاد چی میکنن این دل جرأت رو دارن که ابتکار به خرج بدن ولی ما زیاد نه نمیدونم چرا اصلا در مورد همه چیزمون اینجوری هستیم تقریبا نه که جرأت نداریم خب حالا الان مهم اینه که تو جرأت داری و اینقدر قشنگ موز و ریخت و سالاد من خب حالا سالاد میوه هم درست میکنم آره سالاد میوه هست ولی این ولی سالادی که توش سالاد پیازه پیازه اینا حالا چطور بود؟ حالا بزن با موز بخورم ببینم بازی من میخواستم با موز و پیاز پیاز و حالا میگن پیاز و موز بزن من امتحان میکنم من امتحان میکنم خب من برم برگردم بقیه تخم رو هم بخورم برای خیلی را آره دیگه بری اون بر باشه خب این سالاد من بده من بذارم کجا که سالاد بده به من سالاد بده به من بده من باشه خب حالا بخوریم ببینیم که تازه کدو هم توشه گل کلم آها گل کلم گل کلم بسن من خیلی جالبه موز و پیاز و پیاز و گل کلم با هم دیگه چطوره؟ من بزن خود کنم خوبه خوبه ما بچه ها اینقدر از این لباس خوشم اومد گفتم وای چقدر آدم توش احساس خوبی داره ولی خیلی قشنگ بود بعدش هم خیلی به نظر من گرونه خب یعنی جنسش و اینا دیگه خیلی از اون ارزونا نیست بعد همینجا از دلم گذشته بود یه دفعه من گفت اصلا من هر آرزی میکنم برآورده میشه بعد یه دفعه اومد گفتش که زیبا من اینو میخوام بهت هدیه کنم برای اینکه دیروز اون استارتو زدی که ما حالا خیلی هم من کمک نکردم یک ساعت هم کار نکردی نمیدونم خیلی من اصلا اونو کار حساب نمی کنم بعدش گفتم خب تا همینجا بسته چون واقعا 5 تا کارتون بردم و یه سری وسایل بود گذاشتیم دمه تا اون شمدونیا شما رو گذاشتم آره ولی اون نو بود یعنی اونا استفاده سریع دیدیم رفت نکرده بودم سریع رفت 16 مارک هم اون آره. که مدرسه میرفتم اینه خریده اصلا سریع اونایی که اونجا دم در اومدم بردم و خب خیلی خوبه اینجوریه خیلی خوبه من خودم یه سری چیزایی نگاه میکنم وقتی میرم میبینم گذاشتن نگاه میکنم به دردم خوردم اه چقدر خوبه اینو بزنم به کلش تو راحتی؟ آره من راحت هست فعلا آره راحت آها آجون الان بیا اینجوری میکنم خیلی راحت تر میدونم آره اینجوری خیلی راحت تر خب تو میخوام دوتامون تو تصویر باشه این نمکه اینم نمکه من تو اون سوراخش گوشاده خیلی نمک باشه. اونو بده پس اینم کم اینم فلفل تو میزنیم فلفل اونو دستت میرسه آره دستت میرسه تقریبا تموم شده باید برم بگیم فلفل چیز میخواد من میرونم بس به ذهنم فلفل درشت آره من از این چیزم آره اون خیلی خوبه
آره اون من خوبه. آره میخوای یک کم بهت بدم فلفل رو وقتی اینا یه ای آلمانی نظرشونه و درست میگن مال سایده میشه خب یه زون رفتیم اینکم از سایده میشه اون آرومش از دست میده برای همین دیگه اکثرا خودشون دیدی تو آشپزخونهشون یا چیزه از این فلفل دونه که آره آره من از اونا دارم اینا منم دارم از اون نشون میدارم اوی 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 سوال ها بود اینم توش داره نه این نمک فکر کنم بس بودم این چیه توش نمک فکر کنم این فلفل خب بازی دیگه خوبه اینو بیار اینو بیار خیلی خوب ببین خیلی موقع من یادم میره چی یاد میکنم الان خود فلفل داری تو یه دفعه اومد اینجا قبل از ما دارم میره بعد گفتی مربا داری گفتم نه نه بعدا نمی کردم توی اخشه دیدم ایبا مربا داشتی همون مربا محصا اینجا بوده و من اصلا نگاهم نکردم تو خمرغه چجوری میخوام بخورم خب من زیره سیادونه من زیره سیادونه زیره از موقع که زیره از موقع که زیره میخورم که تو من اصلا زیره دوست نداشت یعنی دوست ندارم زیره بعد از موقع که من میدم تو میخوری من شروع کردم به زیره خوردم صبونم و با پنیر البته پنیر نداری بعد از موقع که میخورم قبلا من مشکل داشتم شکمم نفخ میکرد ولی دیروز مرزان میگو لاغر شدی نه لاغر نشدم شکمم اینجوری میشد از موقع که این زیره رو میخورم اصلا دیگه واقعا اصلا ندارم خیلی اذیت میخوای نگاه کن بذار من نگاه کنم خب من میخوای ببینی که پنیر داری یا نه چون تو این هر وقت گفتی یه چیز نداریم بعدا پیدا کردم باید برای که من اصلا میگنم میگم گفت تو اصلا نگاه نمیکنی مثلا میگفتم چی این چیه این پنیر این نه این آرده آها آرده فرق گذاشته است اون دفعه گفتی ببرم گفتم نه خودم میخوام واسستاست دیدی پنیر پنیر پیدا شکمم اونم چه پنیری پنیر بوگندو که خیلی طرفدار داره نه خود جدی خیلی طرفدار داره پنیر بوزم هست اوی 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 به این پنیرم داریم بیا بذاریم اصلا تو هر وقت یه چیز میگی ندارم پیدا میشه اینجوری هم یه دفعه خب بیا نونت کو تو اینجا بذار بغل سالاده بذار یا نصفش برای تو نصفش برای من دیدی بابا از این پنیرای از این پنیرای بوگندو خیلی طرفدار داره البته این خیلی هم بوگندو نیست این پنیر نه نیست این چیزه نه اون کپکی ها میگی اون کپکی ها اینقدر دوست دارن اونا رو اونو ولی خیلی چربه دیگه چرا داشتم بعد چقدر هم خوشمزه آره اونا شیمل کیسه اونا وای 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 اونا خیلی خوشمزه است به خاطر اینکه خود چربیش بالا هست خیلی چربیش بالا خوب دیگه خب نون بذارم نون بذارم اینجا جلو دستم ما چایی میگیدم هرد شد گردو بیا اینم پنیر ما اینم گردو ما مرسی که منو دیروز با یکی از دوستات آشنا کردی مرسی برای خیلی وقت بود که خورشت بادمجون نخورده بودیم آره من خودم هم نخورده بودم خیلی وقت بود بعد بلند شدیم رفتیم شیشه های خونه گفتم بیا من میخوام برم این طرف های نزدیک خونه
امکان نداره جایی برای شیشه ها نداشته باشه. گفت من نمیدونم. گفتم من پیدا میکنم. ولی تو انگار از همسایه پرسیدی. من داشتم ببین همه جا هست. من گفتم که کجا هست. خب همسایه. همسایه یکی گفتش اینور هست. یکی گفت اینور هست. خب من گفتم خب اینوری بریم به سمت اونوری. آره. وقتی آره اونوری. یعنی داشتم از دم در نشون میدادم که کدوم بر اون خانمه که گفت. بعد رفتیم گفت این چه خیلی نزدیک، من هر وقت میخوام برم فروشگاه از جلوی این رد میشم. گفتم دیگه شیشه هاتو بنداز اینجا. نایلوناشو جدا کردیم. بعد همسایه پسر همسایتون چقدر خوبه. آره یه دفعه هم که این خراب شده بود، اون لوله زیر زرشی آب سرازیر شده بود تو آشپزخونه. بعد من خودم اومدم بازش کنم که درستش کنم. یه دفعه در واقع تقصیر منم نبود، چون من بارها این کارو مدرسه که میرفتم برای گلارایی یه دفعه گرفته بود. بعد معلممون گفتم من بلدم، گفت هم آره. بعد بازش کردیم، تمیزش کردیم، دوباره بستمش. این واشر اصلا از اول واشر نبسته بودن. موقع که من بازش کردم، تمیز کردم لوله ها رو، دوباره اومدم ببندم، دیدم اصلا واشر نداره. اینا همین جوری فشار داده بودن بالا، برای همین آب دوباره میومد. واشر نباشه آب نداد دیگه. بعد واشرم نداشتم. بعد دیگه یه چند روز همینجوری میرفتم توی حموم ظرف مرفوع میشستم. اون موقع هم این نینا اینجا بود، دختر نینا. بعد دیگه بهشون گفتم این پسره اومد درست کرد. ما این به این پسره تو زیرزمین، آره تو زیرزمین بهش گفتم آره تو ببین خوبی هم اومد. آره یه کمی با چسب پلاستیک و اینا برای من درست کرد، ولی بازم آب میمه. خب دیروزم اومد گفت آره داری زیرزمین تو داره پاکس خلوت میکنی. گفتم آره. گفت منم همینطور. بعدم داشت یه چوب درست میکنم. گفتم این چیه؟ گفت اینجا یه شمشیره. با چوب درست درست میکرد، رنده میکرد. بعد به من گفت تو چراغ داری توی چیز؟ گفتم نه. گفت منم نه. بعد یه دفعه یه دونه از این لامپای هستش الیدیا اومد بهش چراغ داد. آره اومد. بعد یه سه تا تابلو که من داشتم گفتم اینو جالبه برای نه. گفت آره قشنگه، ولی اگه اتاقم جا داشته باشه، اگم نه دوستام هستن دوستان بدم. گفتم خیلی خوب. سه تا تابلو خوشگل و آره قشنگ بود. خیلی خوش آمد. دیروز خیلی اصلا داری همینطور از این وسایل خوده اصلا هر روز رابطه من با این آگنس داره بهتر میشه. ولی من یه چیز اجازه دارم بگم در رابطه با لباسایی که تو تهران دارم؟ بگو بگو. ببین من چند سال من از آلمان موقع حراج لباس می‌خریدم می‌آوردم، هزینه اونجا پول بلیط هم اینا در می‌اومد. اون موقع که ارزش پول ما اینقدر پایین نبود، مردم امکان خرید توانایی خرید رو داشتن. بعد الان چند سالی که دیگه این کارو نمی‌کنم چون گرونه، کسی نمی‌خره. ولی من یه مقدار لباس از سال قبل داشتم که الان خونه ویژن آویزون کردم. اینا رو البته مثلا ویژن به وحید گفته بوده بگو به بچه ها، اونم گفته بوده آقا همینجوری بده بره. گفتم برای من خب این کارم بوده، من اینجا کار نمی کنم و این یه هزینه برای من. میام ایران خب هزینه دارم، من با درآمدی ندارم و پول بلیط هم یا هزینه که اونجا دارم. اینه که من اون لباس ها رو حالا هم گذاشتم اونجا، ولی میتونم با 50% یا 70% قیمتاشو بیارم پایین و هر کی همشو با هم چقدر میده؟ نه من نمیدونم، باید مثلا یه لیستی بگیرم چقدر لباس قیمتاش و بفروشم. خودم هم که پاییز میام دیگه. آها خودت پاییز میره، خب میتونه همه رو با هم بگیری. خب شاید یه دفعه ازت خب باید یکی که پیدا بشه این کارو بکنه. نه دیگه خودت برو نگاه کن. من میگم باید یکی پیدا بشه که بخره همه رو. خب یه دفعه دیگه من خریدم ازت همه رو. جدیه؟ آره. خب وقت باید یه سریش بیارم برات. نه نمیاری، تو همونجا میدی من اونا رو
یه کاریش میکنم. مگه این همه بچه‌ها به من وسایلشون رو میفروشن من چیکار میکنم؟ میگم بیارن اینجا. مگه اینجا نه خب لباسای قشنگی توش هست که خودت بپوشی. آ یکی دو تاشو میاری مثل این. ولی نمیخواد که بار کنی که ما اینجا لباس زیاد داریم. الان من رفت چی بود؟ زیره خورم رفتش دندونت چیز نشد. میگه عکس لباساتو بذار الان خودش اینجا. خب برم با بیژن حرف بزن. بیژن فوقی برادرشه. اون از این کارو نمیکنه عکس بگیره و بذاره اینا. باید خودم برم این کارو بکنم. نه برم پیشش. ها آره میتونم برم پیشش. برید پیش برادرش چیز. میتونین شمارش هم از سیمیزر مریم سیمیزر بگیرین. آره برید باش تماس بگیرین. برید لباس ها رو ببینید. در بندم هست غذاهای چیزم براتون درست میکنم. اون غذای بیو ارگانیک. اون اصلا حالا منم یه کمی یاد گرفتم سرخ کنم و روغن بزنم و اینا. اون سرخ نمیکنه. اون اصلا ماهی رو پز میکنه. ماهی رو؟ ولی خوشمزه میشه. آه. چون سسش رو با چیز میزنه رو سماق. سماقایی که نه میریزن میکنم. سماقایی خوراکی منم دارم این مقدار. اینا رو خیس میکنه. انقدر هم خوشمزه میشه. تو غذاهاش خورشتاش. اون رو خیس میکنه. چه جاریم که سماقا؟ آره دیگه به جای مثلا حالا لیموتاش یا آب قوره. خب میگه من عاشق آذر هستم. مس چه خوشگله. من هم عاشق همه تونم. خب نخورش دندون. حالا دوباره میگن دندونت مصنوعیه. دندونت بذار آبجوش کنم. آره آبجوش بدید. قهوه سر نمیشه. قهوه آره کافه رو بذار ما یک خانه زیبا. اگه چه جلو خوبه. کافه رو بریش ببین خیلی راحته. نایمه این جریان چی؟ جریان چی؟ اینو باید فشار. آها باید فشار میدم. این ترشم من میخوام. چطوره؟ آب حوز. آب؟ آب حوز اصلا. اما از تو پرسیدم یه پیمونی خوبه؟ تو گفتی آره. آره میخوام دوباره بزنم؟ نه نمیخواد دوباره. بشین چای خوبه. نه خوبه. حالا همینطوری خوبه. نه خوبه. چی رو بلند شدی بدی نمیدونم. من بزنم قرصم بیا. آره قرصت بیا. از فرح چه خبر؟ با فرح در ارتباط هستی؟ بچه با فرح بچه ها در ارتباط هستن. دیروز یه پیامی داده بود. پیام خوبی به سحر داده بود. خوب شد از خوابه. این چی رفتی سرکه؟ لیمو ترش تازه که خود دابشو گرفتیم. سرکه رو هم زیتون. عالی خوب شد. سالات خیلی خوب. صبح اول صبح همینطور سرکه و آب لیمو و خوبه. سالم خیلی خوبه. نون بدم بیم؟ نه هنوز این نونم هست. اون من این پنیر هنوز دارم. کدوم؟ نه من خوبه. ببین پنیرم داشتیم.
همه چی الان خوبه. خب یکی از بچه ها پرسید بچه ها سالات خوب شده؟ آره خوب شده. من چی پرسید؟ یکی پرسید نه الان دارم میبینم بچه ها در مورد آذر آب جوش بیار. وای بچه های فالوئرها چقدر خوبه توجه بر منم یه موقع یه چیز میشه دیدم میرم گرد زیبا اونو بردار زیبا اینو بر خیلی عالیه زیره بزن نمیدونم سیاه دونه بزن بعضی هم که دیگه سر بزن خوبه خیلی خوب راست میگه این فهمیدم باش باش شدی ولی آب جوش خیلی جالب بود خیلی جالب خیلی جالب اینم آب جوش در مورد شیلان بگو شیلان کی بود؟ شیلان؟ یادم نه دوست بیزین اینا بود یه سر بیان بر چون اون بر دیگه نمیتونه بره بچه ها نمیخوام اصلا شیلان رو من نمیشناسم شیلان بره همون دنبال مخفی کاریاش تو همون غار خودش بمونه که ببینم بریز بچه سیاه بونه ببین داری؟ بسه من دیگه دارم آخرش دارم برای اومدی بیادم بنداز اوی 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 این همه سیاه بونه هم نه گفتم وقتی که اسمشو شنیدم حسه چیزی نداشتم حالا بزرگترین خدمتی که کرد این بود که خدا رو چند روزی خونش نمیدونم الان هم پیششه یا نه حالا چی شده؟ نه میگن در مورد چیز بود یه زنه مفتر بود آها اینجا بودن در مورد شیلان بود باید من نمیشناسمش بکیه اون منو میشناسه احتمالاً به خاطر اینکه من بیاد بشناسه بیاد جلو و من یادم میاد که کی بوده و فلان و اینها نمیاد جلو چون من دوستای گیزینگ خیلی هاشون با من مسئله داره مثل چرا سیاه دونه خوبه دیگه تازه من که نمیشناسمش اون منو میشناسه انقدر این روابط زیاد بود انقدرم اتفاقاتی که افتاده نمیدونم که کیه فقط از برخورداش فهمیدم یه گندی کاشته در رابطه با من در گذشته یه گندی کاشته من یادم نیست بیاد جلو ببینمش میگم تو همون بودی وگر نه بی خود نیست که خودشو مخفی کرده دوستای فامیلای شیلان خیلی مخالف من بودن حالا کاری نداریم به مخالفتش با من مهم این بود که عملش این بود که هدا رو راه داد دیگه هدا حداقل در مقابل مامانش تونست وایسته و اون همه زرایی که مامانش میزد که داروهاتو بخور داروهاتو بخور خودت برو داروهاتو بخور تو چرا دارو نخوری ها کی میدونه که تو مادر آذر مهراد چی فر تو هم بیا زندگی تو باز کن تا مردم بهت بگن داروهاتو بخور مامان من که همیشه میگفت داروهاتو بخور انواع مریضی ها رو داشت قرصای قلبم قرصای نمیدونم فشارم بامان فیلان نشه بهمان نشه قرصای نمیدونم چی هم
دپرس شدم، نمیدونم فلان شدم، قصه دارم، غم دارم. قرصاتو بخور. آذر تو هم قرصاتو بخور به جایی که بند کنی به قرصای خدا. خدمت بزرگی که این چیز کرد. من گفتم چرا دارم میخورم. یه با کجا گذاشتم تو میخواد؟ پنیر رو؟ نه قرصم. قرصتو؟ یه شاید هم خوردمش نمیدونم. آره خوردش احتمال. نه چیزی نیفته بذار. بعد بذار اینجوری بیار. تنها خدمت بزرگی که این چیز کرد، این خانم شیران کرد، این بود که چند روزی تونست خدا قدرت بگیره. اوه دا مثل اون موقعی که من رفته بودم خونه خواهرم. اگرنه سگ زرد دوباره برادر شغاله اون کسی که ولی خب باشه، بازم از پیش سگ رفتم پیش شغال، باز بد نیست یه مقطعی. ولی سگ حیوان با وفا و مهربون. شغالم خوبه. با من که همشون خوبه. خب نتیجه میگیریم نتیجه میگیریم که همون سگم خوبه، شغالم خوبه. شغالم خوبه دیگه. دارم میگی سگ زرد برادر شغاله. خب برادرشون با هم میزن دیگه. همون میزن. چقدر خوبه پنیره. آره همین یه دفعه میگیرم میارم. آره خوب بود. اون تپکی ها خیلی خوشمزه است. بچه شری و آنی امروز با هم قرار دارم. خوش بگذاریم. احتمال این که فرح هم دعوت کنم با فرح هم دیدار داشته باشن هست. آنی شری برید با فرح هم دعوت کنید با هم باشید. فرح خیلی از آنی و شری خوشش اومده. شری رو که خیلی دوست داشت. چی؟ مربا؟ مربا باز کنم؟ نه بل کن تو. تو کارت قرص تو فرح. موسم خوردم و یکیشم نفهمدم انداختمش یا بود. به من فکر نکن. آره من دارم میبینم همه نوازی. یا من خودم این قیل یادم میره. میگم اینم گذاشته بودم. ببین من چقدر به آرامشت فکر کردم. مرس گفتی من میخوام اول. خیلی خوب شد سالاده. اصلا چیزای دیگه فراموش شد سالادا دیدیم. منم برای اولین بار تو عمرم سوپ سالاد خوردم. هدایایی هم که من برای تو آوردم همشون از این اونه. هدایا رو اونا دادن. تشکر از من با خورشت بادمجان کرد. اصلا چه هدایایی بهش داده؟ تو گفتی بیا ببر آزم. گفتم هدایات هست. لطف کردی از اینجا بار کردی آوردی با خوده. یه تشکری هم من بکنم دیگه. خب دیدی الان دیگه اینو میگن چتر بازی. یعنی چی؟ اینو میگن چتر بازی. من نمیفهمم یعنی چی؟ تو همون نفهمی اینا به من میگن. بله همونه. مام این اصطلاحاتو داره فرهنگ جدید. من خیلی دوباره اصطلاحاتو که به کار میبره اصلا نمیفهمم تو اینا. آره. نمیفهمم یعنی چی؟ ببین من میخوام باز بازم این سالاد بکنم. بخور. من دیگه نمیخوای دیگه. برای تو دیگه. واو دوباره میخوام همه شو. دیگه اولش هم گفتم بعد چیز کردی بکنی بایدی نیست. آره آره بایدی نیست. همه اصلا هیچی. چیزهای دیگر بذاریم کنار. اصلا مربا پلانه فعلا حالا همین سالاده بسیار عالی شد. بسیار همه چیم توشه؟ خیلی هویجش، هویجه ارگانی کمه چی چی شبه تازه پیازش همه. امروز به چی فکر میکردم؟ گفتم که بریم خونه ماریام.
تو اون دفعه مریض شده نتونستی بیای ماریا. من تا هم درست این سانوم رو چیز نمیسته بود. خب من این نمسیر شدم اینا. ببین من چون اگه تمرکز نداشته باشم نمیفهمم که سیر شدم نه. ولی حالا یه تیکه دیگه نون میخورم میارم. من دیشب گوشنم شده بود. دلم ضعف رفت بود. یعنی قندم رو. بعد هی میخواستم بیام یه موز بخورم دیدم تو اتاقی. بعد گفتم مزاحمت نشم. موزم تو اتاق بود. گفتم برس کن بخواب. یه کوچولو بیا اینجا هندی نمیشه. آفر آره. آره تو دیده بشه. خب. بعد. سیبت. سیبت میخورم. آره بیارش. بعد اولین بارم بیام بزنم تو چایی که تو میخوری. آه بیا بزن چایی. بزن چایی. بعد اولین بارم میخوام بزنم به چایی. این تخم مرغ هم حالا فعلا بمونه. خوبه. بعد داشتم چی رو میگفتم؟ آره چه ماریا چه باحال میزنه به چای. خوبه خوبه. آزرم مثل احمد داره، مثل احمد داره خرچشو کسی بده. خرج ما را که احمد نمیده، ولی احمد یه سری خریدای خونمو میکنه. کل خریدا من خرجم اونجا دولت آلمان میده. خرجشو دولت آلمان. خیلی هم ممنونیم از دولت آلمان. خب کرایه خونم و بیمه درمانیم و هزینه زندگی. نوشته آذر ناراحته. بازم اگه ناراحت نباشه ناراحت نباشه من القا میکنم که یعنی همش باید نیشم باز باشه یه چی؟ در مورد فلا هم اونقدر گفتم. بعد هم ما دیدیم که واقعا تو میدیدی که ناراحته. یه سری چیزا حس میکنه. آره آره. یه سری انتقاد هم فرح به من که فرح هم آکه. آره بگم دوست داری بگو. ما هیچ وقت محدود نیم. یه جای زیبا از نهار بود. چی بود؟ سالات درست کرده بود. محسن و محسن درست میگم محسن. آره محسن درست. محسن و فرح داشت. هیچ زیبا با یه حالت نیشخندم داشته. یه حالت تمسخر. هی دوربین رو میبرد جلو سالت میگو بینم غذای چیز افغانه. یه چی دوبارم نه چند بار هی دوباره میرم میگوید اینم غذای افغانی. اینم غذای افغانی. خب و بعد خیلی هم افغانا خوشحال بشن سالات غذاشون باشه. خب آخه غذاشون چیز نیست. آخه سالات نیست که غذاشون چیچی پلوه. یه چیزی هستش که اون قابلی پلو. قابلی پلو آذر افغان درست کرده بود رفتم خوب. و واقعا اون سالادی که اون دو روز ما خوردیم خیلی عالی بود. از این عالی تر بود؟ نه نه منم دنبال فرصت میدارم که هر تو تعریف کنی از اون سالاد. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. از این سالادت شوخی و طنزه ها. باور میکنی از این سالادت بیشتر از با خورشت بادمجون خوشم اومد؟ میدونی فکر کنم طبعم عوض شده. تازه این گوشت هم یکم بوی زخ میداد. از این گوشت های نیوزلندی ها یخ زده. من شب نمیرم گوشت چیز بگیرم از ترک ها. قبلانو میگرفتم ولی بعد من برگبو نداری؟ برگبو انداختم، زعفرون زدم، پیاز زدم، سیر زدم حتی. بعد ولی من که خب گوشت بره دوست دارم، گوشت گوسفند رو دوست دارم. بعد خورشتم خب خیلی ها با مرغ درست میکنن همین خورش، ولی من دوست داشتم که با گوشت بره درست کنم. ولی نمیدونم من خودم
به نظرم خوشمزه بود. ببین خوشمزه بود. میرزادم که خیلی تعریف. آره منم خیلی. نه چیز شایسته ای بابا خوب کار که دیروز هم نمیم کن بابا اسمالا چیه؟ نه دیگه باید احترام به گذاشته بابا نظر رو. ولی خب خیلی خوب شد که چیزم من نه اصلا کلن ببین نه اینکه چند وقت الان یه دونه آخرین بار تو بخون همون ماهی رو خوردم بعد دیگه رفت. خب اگه ماهی رو حساب بکنیم هی نمیخوره گوشت اینا نه خب بگم طبعم الان بیشتر به سالاد و اینجور چیزا اصلا خیلی بیشتر دوست دارم سالاد اینا سالمتر هم هست به نظر من خودم هم زیاد گوشت اینا نمیخورم من در هفته شاید مثلا یکی دو بار یعنی آگنس یهودیه من نه من یهودی نیستم یهودی نیست دینه چیه من به چیزی اعتقاد ندارم به چیزی اعتقاد ندارم من به یه نیروها، انرژی، کهکشان ها میگن آگنس چرا نمیخونی؟ خب سر کنیم بخون جبون رفت که صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جبون نکرده خب این هم از خوندنه آره مرسی از کسی که اون چی اون بالا؟ فکرم گوشی من یه لحظه گفتم اون بالا کی بود اومد من حتی احمد بعضی وقتا تقلب میکنه یه دفعه میاد میگه اینم یه دفعه آوردم گوشت اونو گوشت شخ کرده آورده بهت گفتم که بیا اون گوشت چیزم بابا سیاوش هم درست نکردیم ها ببین کاش دیروز میآوردی با خودت من میذاشتم اینجا بعد یه دفعه دیگه درست میکردم چون من نمیشه که من بیارم اینجا تون گرما دیگه اون خب حالا چیز میشه ببین من دیروزم بهت گفتم به من راحت ترم که تو آشپزخونه خودم وایستم غذا درست کنم دیروزم بهت گفتم هر جو که دوست دارم یا هر موادی که دارم میخوام استفاده کنم میتونم یه کاری بکنم مثلا یه عصری بیام اینجا دیشب ای به من گفت شام چیزی میخوای گفتم نه من همین یه دونه اگر موزی شد میخورم نمیدونم انگور گذاشته بودی نون گذاشتم انگور انگور رو خوردی دیشب ها نه هستش نه نه همه رو خوردم همه رو خوردم تو لایو که میری متوجه نیستی آها یعنی منظورم تو گروه اینا که میگی میخورم من رو میشه جوری ولی انگور گذاشتم موز گذاشتم نمیدونم اصل و کره گذاشتم نمیدونم کاهو گذاشتم من خودم هم یه تیکه با هم گردو خوردم با نونو بعدم من رفتم خوابیدم همون موقع که لایف چت گذاریم چیز گذاشته بودی من چشم داشت لایف چت راستی با درباره چی گذاشت؟ آها محسن گذاشت درباره شب محسن خواب محسن رو دیدم من اینقدر این چشم اصلا این پلکام اینجوری شده بود که بعد دیگه بلند شدم گفتم یکم از اون کشمشه بده بفشمشه از همین یکی به تو بودم آره اصلا خودیشون بده آره. من میشورم نشون آره خوب کار کرد آره آره خوردمش خوبه خوبه اینا بزرگم این دارم بیژن داده به من میگه غذا خودت بیار با خودت خونه آگنس میای برای چی؟ برای چی غذا بیار اینجا؟ لازم شد میارم دیگه یه دفعه دیدی همونو میتونم یه کار بکنم همون گوشت چیز رو با چرب که نیست چربه اون باید آب گوشتیه خب آب گوشت درست میکنه اونو نخود لوبیاش هم آورده اصلا اه؟ آره خب میتونم میدونی چیکار کنم شبش بیارم خب بذاریم اینجا مثل شبی که مثلا اینقدر من بعد عصر چیزی نمیخورم اونجوری دیگه غذا اینا خب اون باشه بعد دیگه فرداش درست کنم اینجوری آره باش اینجوری فکر خوبیه باش بعد چون قبلش هم میگم نخود اینش هم آدم خیس کنه الان ببینم دارم میرم به چی بزنم به اون اصله به اصلی گفتادم این اصله کرش هم خوب است اینم مربا دختر خواهر برادرم درست کرده من خوشم خوشمزه است خوب
هم قاشق نداریم این نونه رو زدم توش. چرا قاشق؟ دلت بخواد اینجا هست. دلت بخواد اینجا هست. خب با حبیب در ارتباطی، خیلی خوبه. حبیبو با حبیب در ارتباط هفته زنگ زدم حالشو بپرسم. نه بعد گفت خیلی ممنون و اینا. بچه ها روز چهارشنبه من دعوت شدم برم خونه حمید مدنی برای گفته من میخوام آشپزی کنم. دیروز با تو آشناش کردم، قرار شد که با اگنس بریم خونهش. خونهش هم که نشون داد خیلی خونهش قشنگ درست کرده، واقعا آدم میفهمه که چقدر چه هنرمندیه از نظر کار خودش، نقاشی و نمیدونم. علی بیاد این آشپزخونه، این آشپزخونه کار میتلینکس، ولی با هم چیز رعایت هم بکنه، هم رعایتت میکنه، هم مناسب بگیره. آره هم تو هم کسی نیستی که مثلا اونو در نظر نگیری، آدم نیستی که تو بخوای. به هر حال من فکر میکنم که خوب میشه. آره نه سو استفاده میکنی، نه اونم چیز میکنی، به نظر من کار خوبی میشه. یه دقیقه یکی تو این کامنت ها خیلی کم منفی راجع به من. آره میگم منفی کم میگم. یکی نوشته آدنیز میگم چیه ولی دل است. بعد دله ما معمولا به آدمایی که شکموان میگیم دله، درسته؟ بابا دله ما دله پس شکمو باشه منم دیگه. حالا مال چه چیزی رو تو من دیده بوده گفته بوده دله؟ کنجکاو بودم که اصلا خب چی مثلا یعنی شاید گیریک، یعنی هی میخواد یه چیزی رو بگیره. اینجوری هم نیست دله. دله اینه گیریک. نه دله با معمولا به آدمای شکمو میگن دله. حالا بذار الان اینا پروفسورا الان بچه دله. دله یعنی چی؟ خب یکی به من گفت یکی بگه دله یعنی چی. بعد من میخوام ببینم من خدایی بس که آگنس خوبه. نه میگم من آدم شکمو هم شکمو من شکمو نیستم اصلا. بابا تو چیز شکمو شکمو که همه به همه همون هستیم. خودت هم گفتی که از ما کشو به یه چیز باشه که زود میخوریم خیلی خوبه. آره اینا رو میاد نمیاد میاد نمیاد میاد نمیاد میاد نمیاد از من شکمو تر نیستم. نه نه من شکمو مثل تو نیستم. نه مثل من ممکنه یه جایی شکمو باشم. هیچ کس به شکموی من نمیرسه. آره باید آدم هایی که خیلی شکمو هم میدن دله. میگه دله یعنی زیبا. مرسی مرسی. دله یعنی زیبا. چیز قشنگ مثبت. آره ما همینو میپذیریم. دله به ترکی یعنی دلی، به ترکی یعنی دیوونه. دلی دلی نه دله. خب شاید یارو اومده بگه دلی. حالا اینم خوبه دیوونه هم خوبه مگه نه؟ دیوونه که تعریفه بابا. میگن بزن به تب نچی که دیوانگی هم عالمی داره. نه یه چیز دیگه میگن. بچه هایی که به من فوش میدن من همه اونا که شما میگه تستم. باش چه میدونم بالا سشو بیا. من یه آهنگه رو باید پیویش کنم، خیلی دوستش دارم. کدوم؟ میگه اصلا انقدر بچه ها این کلر تو یعنی همین زیرزمینش رو تمیز کردن خیلی هم تون نکش. من زیرزمین ها رو اصلا بریزم همه رو بریزم. ما اصلا جلوش رو تمیز کردیم. من حالا خسته شدیم. اون دنبال یه گریل دارم گازی. خب این کپسول اگه بگذره تاریخش بگذره استفاده نکنم باید اصلا کپسول همجوری بندازم بیرون. 30 یورو پولش دادم آخرین بار که بردیم. تاریخ داره چی؟ آره من نمیدونستم موقع که کپسول بردم در من گفتش که این دیگه چیز نداره باید از نو یه دونه بخری. بعد گفتم یعنی چی؟ کپسول چی؟ روش تاریخ زده شده. این جالبه. مال گاز؟ آره ما تو ایران 20 سال یه کپسول داشتیم هی میبردیم پولش.
اینجا ببین جالبه، من اینو نمیدونستم. بعد گفتم امام، من نمیدونستم خود کپسوله نشونه میدم. آره چه جالبه. بعد به من نشون داد، گفت ببین تا حالا اینم من میترسم مثلا تاریخش بگذره دوباره اینم باید همینجوری بدم، یعنی پولی هم بهم نمیدم بابتش، متوجه شدی؟ بعد من این گریلمو، این اتفاقا گریل برای کباب کردن اینا. خب آره ایرانی ها این کلمه گریلو میشناسن، میشناسن گریل. همین باربیکیو چه؟ باربیکیو چه یه چیز آره. دیگه هست گریل دیگه خاص منقل نه گاز برای کباب، برای کباب. خب اینو من از ایران آورده بودم. بعد اتفاقا اون روز به سمیرای آبادانی گفتم، گفت راستی شوهرم هم هست یه موقع کاری داشته اینا بگو. بعد گفتم این کار مردونه است که این باز بشه، من خودم هم سعی کردم نتونستم بازش کنم. اینو من یه دفعه داشتم هم اینجا هم گذاشته بودمش، کباب درست میکردم، یه دفعه دیدم از این آتش گور گرفت، از ترس هم زود خاموشش کردم، ببردم گذاشتم تو زیر زمین، نه توی بالکن. بعد اینو یه دونه دیگه دارم، یه دونه دیگه خریدم از زاتور، اونم گازیه که یکی باشه که اونو دیروز گفتم اونو پیداش میکنم میام که یکم بگم. اینو شاید به این پسر همسایه هم گفتم بیاد اینو باز کنه، اونو باز کنه که از چون من اونجا رو این گموز کباب میکردم، با نجوم کباب میکردم. خب یعنی الان من به کمک کنم اونو پیدا کنی؟ یعنی دوباره بریم تو زیر زمین. من کمرم دیشب داشتم از در من ببین فقط همون یه ساعته من کمرم زیبا مشکل، من سایدگی دارم اصلا، تو نمیدونی من از در اونجا میخواستم اصلا داد بزنم. بچه در حال که ما یه ساعت بیشتر کار نکردیم، من فقط به خاطر این کار گفتم، چون اولش بهت گفتم بریم یه نگاه بکنیم، ولی همون یه ساعتی هم که بودیم گفتیم در حد لذتمون باشه به خودمون. آخه بعضی ها دیدی که کار میکنن میگن نه دیگه اینقدر ما تمومش کن تمومش کن تموم. من نه، من میگم که خب کار تا جایی بره جلو که با لذت باشه. گفتم بسته دیگه بریم بالا. بعد ولی خب همون یه ذره تو کمرت رو چیز کردم. نه آره من خب روزشم واسده بودم سرپا، نازی سرپا نمیتونم بایستم. خب الان خیلی از بچه هایی که تو هامبورگ هستن دیگه، الان به حمیدم بگو کاری داری. حالا به اون میگم آره. یا به همین داریوش شما. آره داریوش داریوش ولی حمید الان کار میکنه. آره کار میکنه، اون شیفت دو شیفته کار میکنه. آره خیلی وقتش مرد. ولی تو میتونی به چیز بگی، به حمید که فعلا کارش تعطیل شده. آها خب میدونی آره. چون اونم کارش فسته درست چیزه، ولی فعلا گفت چند ماه من اینجوری کارم تعطیل شده. خب بذار تو این چند ماه ما هر استفاده یا سوء استفاده سو استفاده که من هزینه میدم، بالاخره وقت میذاره زحمت میکشه. منتها مثلا اگه مثلا قیمتش دستموزش خب بالاست طبیعی. نه اون حالا باش آشنا میشین. من این آشپز خونم و دلم میخواد که حالا میگم بعضی ها کارشون انقدر دیگه حرفه‌ای هم من اونجا نگاه میکنم میگه یه روز. خب این قانون اینجا بود که هر جا جابجا میشدی خونه رو باید سفید رنگ شده تحویلت میدادم. انگار جدیدن این دیگه این کار رو نمی کنم. که من خونه خودم رو به من گفتم باید رنگ کنی، رنگ کردم رنگ سفید. بعد اینجا رو گفتم پس اینجا چی؟ گفتن که نه تمیز نیست. در صورتی که تمیز نیست. آذر بریم چرا قلب برای تو. مرسی. میبینی این چرمی مال کسانی که قبلا اینجا بودن. این خیلی هم سعی کردیم، نوری دختر خواهرم چقدر کمک کرد که تمیز کنه، ولی اصلا خیلی کثیفه، یعنی باید رنگ بشه باید. خب به هر حال این کارا الان تمام این روابطمون هر کدومشون هستن دیگه. من هر چیزه اون اسپندونه رو بردارم ببرم. آره. شیری گفت کار احمده، احمد درستش بکنه. آها خیلی خوب. ولی جالبه منم اگه اینجا ببینم میگیرم، چون منم اسفند دارم و تا رو اینا نمیشه. آره چقدر خوشگل بود اون چیزه. جالب. خب دیگه
من باید حتما برم قرصمو بگیرم، چون چند روز قرص فشار نداشتم بخورم و باید بخورم. چون فشار خب سب کن ببینیم مثلا لایومون الان ما الان یه دقیقه دیگه تموم میشه. یه دقیقه بسیار خوب. خب خوب شد بچه ها، خیلی خوب بود اتفاقا، چه به موقع هم گفتی درست. ما بچه ها خیلی خوب بود، عالی بود، ما با هم بودیم و این هم دیگه این همه سفره رو نگاه کنید، نه دیگه سه میزی که بود خیلی خوش گذشت، خوب بود، با هم نشستیم، با هم رقصیدیم، با هم. مرسی بچه ها که با هم با ما بودید، بازم تا مرسی. بعد بای بای. بای بای. چی میخوایم؟ میام میگم.